وجود مبارک امیر کلام علی ابن ابی طالب روحی و ارواح العالمین لمزجعه الشریف الفدا به ما چنین فرمود که شما ظرف دانش باشید. اگر ظرف دانش شدید زنده اید و اگر زنده بودید مسجد را آباد میکنید، لیله قدر را آباد میکنید، کعبه را آباد میکنید تا برسد به جایی که کسی عصر خود را هم آباد کند. فرمود اسم او قولی و او منطقی، حرفم را بشنوی و گوش به منطقم بدی. منطق من این است که جهان با علم و عمل صالح اداره می شود و دیگر هیچ. اون چه در قلم را به طبیعت هست زینت طبیعت است، نه زینت شما. زینت شما در فرا طبیعت است نه طبیعت. اگر زمین است سپری می شود و اگر شمس و قمر است محکوم اذا شمس و کورت خواهد بود، اذا نجوم کدرت خواهد شد و مانند آن. و اما شما یک موجود ابدی هستی، نه شمس و قمر. و راه های شیری سپهر میتواند زیورتون باشد، زیرا روزی فرا میرسد که همه این موجودات سپهری در هم میریزند و نه موجودات دیگر زمینی. شما فقط با لطف خدا زنده ای، با توحید الهی زنده ای و ثمن شما توحید خداست و بس. فهمیدن اسمای حسنای الهی و خلیفه خدا شدن زیور شماست که ان الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. فرمود ایها الناس اسمعوا قولی و او منطقی، وعاء منطق من باشید. نه تنها حرفم را گوش بدید، بلکه بعد از تحلیل این را در درون جانتون جا بدید. و اگر در درون جانتون جا دادید به هیچ بخشی هم بسنده نکنید، چون ان هذه القلوب اوعیتون و خیرها اوعاها. این سخن که گفته می شود خیر الامور اوسطها یک سخن میانی است، یعنی بعد از اینکه سالک را از افراط و تفریط رهایی بخشیدن و اون را به حسه مرکزی عدل رسوندن، از اون به بعد خیر الامور اشدها و اوفرها و اکثرها و اعلاها. این خیر الامور اوسطها برای سالکان مبتدی است تا از تندروی و کندروی برهند به اون حسه مرکزی عدل برسند. اگر به این بارگاه بار یافتن، اعدل شدن، اعلم شدن، اتقا شدن، اصدق شدن، احق شدن بر اساس سرعت و سبقت فضیلت است. خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها. این که در دعاهای کمیل و امثال کمیل میخوانیم و اخسهم زلفتن ددک اقربهم منزلت مک، همین است. و این که شما در جریان امام مجتبی سلام الله علیه میبینید که چند بار کل اموالش رو تقسیم کرد، یا بین خود و فقرا تقسیم کرد، یا همش را بین فقرا توزیع کرد، این سخن از اسراف نیست. اگر کسی متن صراط مستقیم شد
و همه کارهای او قسط و عدل بود، این سخیست و از خاص اسخای از مراحل قبل هر اندازه ببخشد سخاوت او بیشتر می شود، جای اعتراف و تبذیر نیست. تا چه کسی در هسته مرکزی عدل قرار بگیرد؟ به ما گفتن اگر شما وارد بخش معرفت حق و توحید الهی شدید، این نهازه الغروبه اوئیتون فخیرها اوئاها نف خیر الغروبه اوستها، خیر الغروبه اعلاها و اکثرها و اوفرها. فرمود گوش به حرفم بدید و آی حرفم باشید و هرچه این ظرفیت شما به وسیله علم بیشتر می شود سعادتمندتری. ما برای اینکه به این بارگاه علوی بار یابیم موظفیم در جهاد اوسط و اکبر راهی را طی کنیم که در جهاد اصغر این مملکت طی کرد. در جهاد اصغر این کشور با فضیلت که به برکت خونهای پاک شهدا تبتون به تابت الارض التی فیها دفنتم شد، یعنی ایرانی که قبلا یک بالوعه آلوده بود به یک سرزمین پاکیزه و طیب و طاهری تبدیل شد. این که به شهدا میگوین تبتون به تابت الارض التی فیها دفنتم، یعنی در جهاد اصغر توانستید شما بالوعه بدبویی را بوستان دلنگیز کنید، برای آن است که با این دو شعار در جهاد اصغر پیروز شدید. کل ارزن کربلا و کل یومن عاشورا.